با سلام آرزو هستم از فالکری آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما نازنینان، بزرگواران، خانم آقایان مهربان که بنده را همیشه همراهی میکنین و مثل همیشه از محبت شما سپاسگزارم. اما امروز آمدم با یک فال قهوه کلی، بدون زمان محدودیت نداره خانم آقاش، فرقی نمیکنه، هر زمان که اراده کردین فال ببینین. قبلش لطفا نیت کنین، بعد فال رو ملاحظه بکنین. امیدوارم که اتفاقات قشنگ و مثبت و خوبش فقط براتون رخ بده. اما قبل از اینکه فالمون رو شروع کنیم، به رسم ادب یادی میکنیم از رفتگان خاک، روحشون شاد، یادشون گرامی، و با نام خدای مهربان فال شروع میکنیم. بفرماییم بسم الله. انشالله که تک تکتون به مراد قلبی و مراد دلتون برسید. الهی آمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو خیلی نقش بسته، فقط امیدوارم که بتونید زود تمامش بکنید که بعضی ها رو ناراحت نکنید، میگن تایمش زیاد شد. خب اما اینجا رو ببینین دوستان، دارم برای آقایی دارم ببینم شخص با شخص گفتگو میکنی یا شخصی داره پادرمیونی میکنه، میانجگری میکنه. پادرمیونی یک کار، برای کار آقایی با یک آقایی که تقریبا میان سال، شاید هم قدر از میان سالی به بالا، این از 40 هم شاید بالا، حالا میگم میان سالی یه چیز حدود 37-8 سال به بالا را دارم صحبت میکنم، کسی که داره باهاتون، آقایی که داره باهاتون صحبت میکنه، پیرامونی کاری، قرار کاری با شخصی میخواییم بگذاریم. شخصی که توی قرار کاری شخصیت مثبت و روشنیه، ولی ممکنه اول راه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ببینین که دار دارم ببینم، شاید اولش به تفاهم نرسین یا اونجور که دلتون میخواد اون شرایط ایدئال کاری شما رو نداشته باشه. اولی شما اینطور فکر میکنی یا تو صحبت‌هایی که رد و بدل میشه به این نتیجه میرسی، اما با گذشت یه قدری از صحبت‌ها یا در مسیر صحبت‌هایی که قرار میگیری متوجه میشی که نه، خیلی هم خوششانسی اومدین پیرامونه این سقف کاری و با آدمی که دارین ارتباط برقرار میکنین برای کار یا تو محیطی که میخواین کار بکنین دارین بورد میکنین، موفقیت میکنین دارین توش. پس حواستون رو جمع بکنین، لطفاً جنبه هشدار اولیش سریع تا یه ذره باب میلتون نبود بونه نشین و به هم بزنین جلسه کاریتون رو. نه، شخصی که اومده شما رو داره مطرح کرده یا اسمتون رو برده یا قرار رو براتون هماهنگ کرده برای کار، آقایی برای آقایی، میدونه که شما با چه شخصیتی میخواین کار بکنی، هم جای خوب، هم کار خوب، هم موقعیت کاری خوب، هم شخصی که به عنوان حال رأس شما قرار میگیره رو در مثبت و روشنی دارم میبینم. نه نگید. و یه ستاره خیلی خوشگلی که براتون اینجا دارم میبینم، ستاره خیلی قشنگه، هم معنی بخت و اقبال میده. اگه خواهان ازدواج هستین، خیلی هم از دست دور نیست، خواه ازدواج خودتون یکی از نزدیکانتون هستش، به هر حال درخشیدن و مطرح شدن رو مطرح معنی میده. میتونه توی یک زمینه دارین فعالیتی میکنین، درخششتون هستش، یا یک ازدواج موفق دارین، یا توی یک موقعیت کاریتون، مالیتون به اوج موفقیت میرسین، تلاش میکنین، جواب میگیرین، تحصیلیتون، هر چیز ورزشی، هر چه که هست براتون دارم ستاره میبینم. پس درخشش و مطرح شدنتون رو براتون دارم میبینم. عددی هم که دارم براتونم عدد دو دارم ببینم و یه عدد دو و راهی که یه قدری کده برین در نهایت به جنبه احساسی میرسه. پیرامون یه راه احساسی کمتر از دو بعده، مثل دو روز به همین نزدیکی که دارم میگم، به وعده دو روز به همین نزدیکی یا دو وعده بسیار نزدیک رو صحبت میکنم. دو روز، دو هفته، همین نهایتاً دارم صحبت میکنم، تا دو هفته اونم دارم به تو میگم. اگر ناامیدی یا قدم در مسیر احساسی گذاشتین که ناامید شده بودین یا ناامیدتون کردن و در راه احساسی که براتون باز میشه، خبر خوش احساسی به گوشتون میرسه، حالا پیرامونی راه احساسی دوستی یا ازدواج، خبر خوش. خب و دو نفر، دو تا شخصیت منفی رو دارم میبینم، خودتون دارین میبینین دو نفر، حالا چهره هایی که هستن مشخصه، اینقدر خبیث دارم میبینم که ببینین سیاه سیاه سیاه، دو تا آدم کدر رو دارم میبینم. پیرامون یه راه دادگاهی قانونی برای یک فرزند، مادر و فرزند دارن دسیسه چینی میکنن یا توطئه دارن میکنن یا میخوان مادر و فرزند رو از هم جدا بکنن. دو تا شخصیت منفی و کدر، خانمی پوست روشن، موی تیره، فرزندی که روی سر این مادر جا داره، دارن بر علیه این بچه دارن دسیسه چینی میکنن. حالا این دوتا خانم، آقا، وکیل، پدر، خواهر، مادر، هر کس که اصلا نمیدونم، ولی راه قانونی روشن دارن میبینم. یعنی چی؟ یعنی که علارغم تمام این که دریایی که دارن انجام میدن یا علارغم تمام زیرآبزنیایی که دارن میکنن، تمام تلاشی که دارن میکنن تو مادر و فرزندی که به هم نرسن،
ولی موفقیت راه دادگاه و قانون ببینید ترازوی بسیار روشنی که براتون دارم ببینم. پس رأی و حکمی که برای شما صادر خواهد شد، مادر فرزندی که از هم جدا انشالله که نخواهیم شد به امید خدا. باز هم تاکید میکنم روی صحبتم توی فال برای بعضی از افراد قرار نیست این اتفاقات برای تک تک دوستان اتفاق بیفته، البته که امیدوارم اتفاقات خوبش برای همتون رخ بده. اما یه قرار رسمی دارین، قرار حالا این جلسه نشست کاری مهمیه، قرار کاری دارین، قرار خواستگاری دارین، ببین یه قرار و ملاقات رسمی، ملکی میخواین، خرید فروشگاهی میخواین، بشینین با هم دیگه نشست بذارین، نمیدونم هر آنچه پیرامون هر آنچه که نیت شماست، یه قرار، یک ملاقات یا یک نشست رسمی رو صحبت میکنم. حالا میتونه خواستگاری باشه، خرید و فروش ملک باشه، یه جلسه کاری باشه، یه ملاقات کاری، هر آنچه که هست دارم براتون میبرم. در انتها شما به اون رضایت قلبیتون که میرسین هیچ مثبت و روشن دارم میرم و مهری که خورده میشه مثل اینکه به توافق میرسین و تایید میکنین اونجا رو، یا پاشو امضا میکنین یا به رسمیت میشه، یعنی قراری که براتون نتیجه مثبت و تاییدیش هم میگیرین. حالا هر نشستی هست، میتونه یه مصاحبه باشه، تو مصاحبه تو هر زمینه‌ای برای رفتنتون، برای مهاجرت، هر چه که هست، یک قرار رسمی که یه مهری پاش خورده میشه تاییدیش رو میگیرین انشالله به زودی. خب براتون پول دارم میبینم و کمتر از یک وعده، وعده‌ای که دارم بهتون میگم یک وعده خیلی نزدیک رو دارم میدم، پولهایی که براتون دارم میدم هم قبل از یک وعده پول به دستتون میرسه، وعده‌ای که به یک هفته، کمتر از یک هفته دارم براتون میدم پول به دستتون میرسه، و پولهایی که بعد از یک وعده به دستتون میرسه، یعنی یک پول قبل از یک هفته، یک وعده کمتر از یک وعده، و یک پول بعد از یک وعده به دستتون میرسه، این دو تا پول منتظر باشه، یه راهی که براتون باز شده و دو تا پول به دستتون میرسه، یکی کمتر از یک هفته، یکی کمتر از یکی بعد از یک هفته به دستتون میرسه. خب و دارم براتون از تعدادی شماره دارم براتون میبینم و یک زنگ و تماس خبر باید قاعدتا از این شماره ها باید داشته باشین، چون خوشحالی دارم براتون میبینم و خوشحالی هم که داریم پیرامونه، حالا هرچه که هستیش خوشحالی دارین دیگه، یه خبر خوش به گوشتون میرسه، چشم انتظار هستین. 1761 0 یک، شاید یک دو بار توش تکرار داره میشه، 1761 0 از این شماره تماس ها که میتونه تعدادی از این شماره ها باشه، حالا تلفن ثابت، تلفن همراهی که هر جای این شماره تلفن مرتبط با هر شماره‌ای هست که در بهتون زده میشه، خبر خوشی که ازش خواهید داشت، براتون خبر خوش داره میاره. و دیگه بریم برای ادامه فال. من هر چه نگاه کنم تصویر میبینم و زمان میگذره. بریم برای ادامه، ان شاءالله که بهترین ها براتون نقش ببنده. آقایونی که توی صورتتون بینی نسبتاً درشتی دارین، یا توی صورتتون آقایونی که بینیتون خودشو نشون میده و چونه برجسته‌ای دارین، دارم براتون میگم راه و مسیری که براتون باز میشه، حالا توی یک زمینه ای دارین قدم برمیدارین، براتون دارم میگم راه و مسیری که دارین قدم برمیدارین براتون روشن افتاده. چشمتون شاید خیلی درشت نباشه، ولی بینی نسبتاً درشتی براتون دارم میبینم و چونه که خیلی خودشو نشون میده. خب اما احساستون، آیا شخص احساسی یا شریک زندگیتون رو یا هر کسی رو، دوستتون رو دوست دارین؟ چه خبره؟ چی شده؟ انشالله که دوسته، انشالله که قلبتون همیشه برای هم بتپه. خب یه شکاف دارم ببینم توی حالا یه رابطه، یه زندگی مشترک ببین بین خانم و یک آقا، آقایی که بهتون پشت کرده، خیلی قشنگ میتون خودتون ببینین یک شکاف در یک رابطه، خانمی که بهتون در نگاه میکنه یا خانمی که چشم انتظار برگشت آقایی که پشت بهتون کرده، اخمم کرده، یا آقای بسیار مغرور دارم میبینم، آقایی که بسیار مغرور هستن، حالا قدرتی دارن، مقامی دارن، کاری دارن، یه سمتی دارن، هر آنجا از چشمای تقویم درشت و اینکی هستن، یه قدری صورت پر و درشت رو دارن براشون میبینم، پشت به شما کرده و خانمی که غمگین و ناراحت از رفتن ایشون، جلوی حالا حالت که شما نشستین یه عدد دو افتاده، مثل دو عدد دو وعده، دو روز، دو هفته، خیلی زمان نمیبره این شکاف یا این ارتباط دوباره برطرف میشه، درست میشه. ببینین قدم هایی که خانم به سمت این آقا برمیداره، پس یه آقای مغروریه که نیاز داره خانم به سمتش حرکت برداره،
حالا شخص احساسی یا شریک زندگیتون هستش، یا اینکه پیرامون یکی اصلا این خانم طاقت نداره. ببینید قدم هایی که خانم داره برم داره، پس داره بهتون میگه اگه توی همچنین ارتباطی هستی، یا این آقا اینقدر مقروره که تو این خانم به سمتش حرکت نکنه ارتباط دوباره شکل نخواهد گرفت. خب یه ازدواج که به زودی در راه داریم، یه ازدواجی که با وساطت یا پادرمیونی شخصی داره شکل میگیره و این ازدواج هم به زودی رخ میده. یه ازدواج بسیار موفق رو دارم براتون ببینم. البته که بازم تاکید میکنم با وساطت یا پادرمیونی شخصی اتفاق براتون رخ میده، همینجوری نمیشه یا شکل نمیگیره. شاید مخالف دارین، شاید موافق دارین توی این ازدواج. خب اما توی رابطه باز دوباره دارم براتون میبینم، حالا دوستی و زندگی مشترک هرچه که هستش، دو تا مهر دارم میبینم. مثل یک شخصی که دو بار داره ازدواج میکنه، یا دو تا ازدواج خواهیم داشت توی یک رابطه، حالا با کسی دوستی، یک ازدواجی که دو بار رو خواهد داد، حالا آقا و خانم، این آقا. و دو تا مهر دارم براتون میبینم. حالا کدومتون دو بار ازدواج دارین یا دو تا ازدواج کردین؟ و براتون دارم راهی که زندگی خیلی قشنگ هم با هم دیگه خواهیم داشت. برای کسی که یک بار ازدواج کردی، یک بار دیگه هم ازدواج موفقیت و قلب روشن و خوشگلی که براتون افتاده، دو تا ازدواج. خب و یه اتفاقی براتون میفته مالی، صحبت مالی بود دارم براتون میکنم. یه اتفاق مالی براتون میفته که شاید دور از انتظارتون هست و مثل یه بمب میترکه، یا اصلا انتظارش رو نداشتین، یا یه پولی به دستتون میرسه، یا یه خبر خوش کاری به گوشتون میرسه که پیرامون اون کار پول خوبه از عایدتون میشه یا نصیبتون میشه. هرچه که هست انتظارش رو نداشتین و این خبر بسیار رضایت بخشه. برای افرادی که بددل یا بدبین هستن یا شکاک هستن، داره بهتون میگه قضیه از این حالت بیاین بیرون. هم برای خودتون دارین درد سر درست میکنی، هم ممکنه شخص طرف مقابلتون رو با این شکاکی از خودتون دور بکنین، فاصله بینتون بیفته. خب یه فاصله‌ای که دارم بین خانم آقایی دارم ببینم که به واسطه یه، حالا اسمشو بذاریم، یه مهر مجددی که داره خورده میشه، فاصله خانمی که رو به سمت این آقا، آقایی که رو به سمت ایشون، ولی یه مهری که توسط یه آقایی داره خورده میشه. ببینید همدیگر رو دوست داری، ولی به واسطه مشکلاتی که بینتون هست، یا یه بگو مگوهایی که بینتون هست، یا فاصله بود مسافت، یا اختلافات و مشکلاتی که با همدیگه دارین، آقایی که ببینین مشکلات بعدش داره غلبه میکنه و نمیتونه خودش رو با این مشکلات وفق بده، یا طاقت تحمل این مشکلات رو نداره، کم طاقت هستن، بنابرای هر دلیلی تو زمینه احساسی محرمیت مجدد، مهر مجدد روشنی رو دارم براشون میبینم. یعنی یک ازدواج مجدد، حالا محرمیت، ازدواج، هر آنچه که هست دارم براتون میبینم. ریشتون برقراره، ولی یه محرمیت دیگه هم دارم این بالا براتون میبینم. شخصی رو دارم مریض احوال دارم ببینم، کسی که روی سقف سرتون هستش، یعنی که توی دل زندگیتون، کسی رو مریض دارم براتون ببینم، ولی مریضی که بلند میشه روشن، حالا آقا یا خانمی هستن که مثبت و روشن بلند میشن، هر جام هستن توی این ناحیه، حالا ریه، قلب، کلیه، توی این محبت باید کسالت رو داشته باشن. خب آقایی هم دایره زندگی رو داره ترک میکنه و مشکلاتی رو که پشت سر داری میگذاری، یعنی اینکه اگر توی یک زندگی هستی که در یک سری مسائل و مشکلات هستی، به مشکلات پشت میکنی و میری. خلاصی و رهایی از غم رو دارم براتون میبینم. برای آقایون پشت کردن به مشکلات، راه براتون باز میشه، گراهاتون باز میشه، منظورم اینه. خب و اما حالا آقای جوانی رو دارم میبینم که خانمی که یه قدرم سن سالش، یعنی آقای جوانی که آقای جوان رو دارم میبینم و خانمی که یه قدر سن سالش رو از آقای جوان قدر بیشتر دارم میبینم، مهری که روی سرت خورده، یعنی خانمی که گذشته دار هستی ولی با یک شخصی ارتباط داری که از خودت قدر سن سالش پایین‌تر یا سن سالش جوان‌تر، یا شما به واسطه مشکلاتی که داشتی، حالا تو گیر و گیر جداییت بودی و مشکلات خانوادگی که داشتی، یه قدر شکسته تر به نظر میرسی. فرزندی که پشت سرت دارم میدم، پس مادر هستی، ولی با یه آقایی که داره همینجور داره شما رو نگاه میکنه، نگاه از شما بر نمیداره، با شما ارتباطش برقرار میشه، با آقایی که سن سالش از شما قدری کمتره. البته که آقا رو خودش رو دارم مردد میبینم یا تردید داره تو شکلی این رابطه، ولی دو
دوستتون داره، فقط مونده که آیا این ارتباط رو شکل بده یا شکل نده. ولی دارم براتون میگم ارتباطتون با هم شکل میگه، از این تردید و دلی میاد بیرون و با شما ارتباط رو شکل میگه، از شما قدری جوانتر. تو دل زندگیتون دارم ببینم پیوندی که داره رخ میده، خانم آقایی که داری به همدیگه وصلت میکنی، ازدواج خانمی جوان آقایی جوان، سفری روشن، ازدواج بسیار موفق در کانون زندگیتون. البته این رو هم بهتون بگم، خانمی که دارم ببینم پشتش قلبی که شکسته شده، یعنی یک دوستیه به هم خورده داشته یا یک نامزدیه به هم خورده داشته در همین حد، یک دوستی یا یک نامزدی که نیمی از قلبش رو هنوز انگار هنوز به اون شخص تعلق داره یا هنوز داره به اون شخص قبلی داره فکر میکنه. ولی ازدواج بسیار موفق آقای جوان خانمی جوان و شما درخشیدن و مطرح شدنتون دارم براتون میبینم، این نیمه هنوز ذهنتون یا قلبتون انگار گیره پیش اون دوستی قبلی یا نامزدی به هم خورده گذشتتون، نیمی از قلبی که گدر دارم میبینم، ولی بقیه نیمه زندگیتون بسیار روشن میبینم. پس ازدواج بسیار موفقی رو خواهید داشت. خب توی زندگی حواستون قدر جمع بکنی، براتون یه دشمن دارم میبینم، ماری که نیشش هم آماده زدنه و شخصی هم که داره براتون این کار میکنه خودیه. پیرامون تو دایره زندگیتون، تو محیط کارتون، کسی که بهتون، دوستتون، شخص احساسیتون، شریک زندگیتون، هر کسی که هستش، شخصیه که ببینید خیلی هم خوشخطاخاله، یعنی ماده خیلی خوشخطاخار، خیلی خوب خود شده بهتون نشون میده یا خیلی وجهه قشنگی پیشتون داره، ولی در نهایت نیشش رو به شما میزنه، با شما عداوت داره، با شما دشمنی داره، خودی هم هست، ظاهر خوشخطاخالی داره، شاید اصلا باور نمیکنی که ضربه رو از کی میخوری. حواستون لطفا جمع بشه. دوتا چشم گرد روشن دارم ببینم که من اینو تعبیر به باهوشی اون شخصم، چشمای باز، هوشیار، حواس جمع، شخصی باهوش دارم ببینم. توی زندگیتون حضور داری یا زیر سقف، حالا این کاری زیر سقف کاری هستی یا توی خونه، تو خونه هستی، حالا شخص آقا خانم، دوتا چشم گرد درشتی که به نشانی آگاه بودنت هستش. اما یا خانوادت ببینید صحبه که باورت ندارن، یا تو محیط کار هنوز متوجه موش و استعدادت نشدن یا باورت ندارن، یا خانوادت هستن که هنوز باور ندارن که شما شخصیت بسیار باهوشی هستی، حواس جمع هستی، یا یعنی خودت نمیخوای بهشون ثابت کنی که چه آدم باهوشی هستی و اگر بخوای راه و مسیر یا قدم برداری برات موفقیت هست، یا لجبازین ببخشین یا نمیخواین به دیگران هوش و ذکاوتتون رو نشون بدین، پشت کار دارین، نمیخواین خودتون رو مطرح کنین، نمیخواین به دیگران ثابت کنین خودتون رو، و همین باعث میشه که زیر اون سقف باورتون نکنن. حواستون رو لطفا جمع بکنین، خودتون رو نشون بدین، موشتون و ذکاوتتون رو دست از لجبازی لطفا برداشت. خب و زیر یک سقف مثبت و روشن دارم ببینم، عهد و پیمونی که در زیر یک سقف داریم میبندین، در یک جایی مثل زیارتگاه، گنبد، بارگاه دارین عهد و پیمان، ازدواجی که داره سر میگیره ولی در زیر یک جای گنبد و بارگاه، توی یک جای زیارتی، حالا هر جای زیارتی که هست، در اون فضا داره یک ارتباط احساسی داره شکل میگیره و قوی میشه. ازدواج رو صحبت میکنم، در یک فضای روحانی، مذهبی، عرفانی، برای هر کس در هر دین و کیشی که هست، آیینی که داره، حالا گنبد، زیارتگاه، بارگاه، حرم، در یک همچین فضایی من دارم ببینم که کلیسا، هر جا که میتونه باشه، در یک فضایی که دارین عهد و پیمان ازدواجتون رو می‌بندین، سقف روشن و شما روشن، پس ازدواج بسیار موفقیت همیست. خوشبخت آقا بر بخیر میشه. آقایی رو دارم براتون میدم، شخصی که یه قدره کل درشت و پولی رو دارم میبینم، یک دیدار و ملاقاتی با هم دیگه داریم، دو تا آقایی که ببینید، آقایی که نسبتاً درشت و پر، با آقایی که قد و قامت کشیده و بلندی داری همسر داری، یکی از طرفین رو متأهل، یعنی شخصی که تقریبا میان سال بله باریک هم دارم میبینمش، یه دیدار و ملاقات داری، خانمی که داره چیزی رو از شما داره پنهان میکنه، یه نزاع، یه بگو مگو، یه درگیری همسر با یک آقای دیگر رو دارم براتون میبینم، پیرامون یک چیزی که خانمی که از همسرش پنهان کرده بوده یا از شخص مقابلش، حالا این آقا کی هستن، چه نسبتی دارن، احساسی هستن، تو محیط کارتون بودن، هر شخصی هستن، دوست خانوادگیتون هستن، هر چه هستن،
خانمی که بینی درازی داری چیزی رو از همسرت پنهان کردی یا از ایشون پنهان کردی، یه نزاع و دعوا و بگو مگو دارم بین این دوتا آقا میبینم. هرچی هم هست به واسطه شما داره این اتفاق رخ میده، مسبب شما هستی. خانمی که خودت فرزند داری، مادری، بچه مادر، آقایی که خشمگین داره با یه آقایی بگو مگوی تون داره میکنه. و اصلا براتون دارم ببینم. پای سوم، شخصی کمک حالتون میشه پیرامون مشکلی که دارین، که مشکلی که به واسطه یا به تنهایی قادر نیست. ببینین شخصی که خودش تنها نمیتونه، قادر به حرکت نیست، نمیتونه راه بره یا به سختی گام برمیداره، از یه اصلا استفاده میکنه. پس شخصی میاد کمک حالتون میشه پیرامون اون مشکلی که دارین. میخواین کاری رو شروع بکنین، نیاز به حمایت شخصی دارین. میخواین ازدواج بکنین، سر نمیگیره، کسی کمکتون میکنه، میاد پادرمیونی میکنه. میخواین جدا بشین، کسی میاد پادرمیونی میکنه، مثل وکیل براتون کمک حالتون میشه. میخواین هر چه در یک مسیر، میخواین مهاجرت بکنین، سفر کنین، خودتون نمیتونین کاری رو انجام بدین، کسی کمکتون میکنه. پس پادرمیونی شخصی، ورود به بازار کار، کاری رو میخواین شروع کنی، با پادرمیونی شخصی این کار براتون انجام میشه. پس پای سوم، شخصی که کمک حالتون میشه. یه علینام مثبتی هم دارم براتون میبینم که یه راهی به واسطه ایشون براتون باز میشه. حالا این راه کاریه، راه احساسیه، هر راهی هست، روشن و مثبت به واسطه علی براتون باز میشه. علی، حالا اسم یا نام خانوادگی علی داشته باشین، خانم یا آقا. خب یه راه احساسی هم دارم براتون میبینم، یعنی دوباره یه ازدواج دارم براتون میبینم، ازدواجی که از هر دو طرف گاهی مخالف داشتین یا از یه طرف که مخالفتش رو شدیدتر دارم میبینم، ولی ازدواجی که سر میگیره. هر دو خانواده ها با این ازدواج مثل که مخالف بوده باشن، ولی ازدواجی که سر میگیره، ولی یکی از طرفین رو، یکی از خانواده ها رو خیلی همچین مخالفتر یا شدت مخالفتشون رو دارم بیشتر میبینم. بلی سر میگیره ازدواج، نگران نباش. خب الکلنگ براتون دارم ببینم، ولی الکلنگی که روی شما، رو اون الکلنگ تو ارتفاع قرار گرفتی، پس فارغ شدن از غم هستش. پستی و بلندی زندگی رو داره به شما نشان میده، ولی شما رو تو بالا دارم ببینم، بالای الکلنگ قرار گرفتین. پس سختی، پستی و بلندی رو که پشت سر میذارین و شما در رأس قرار میگیرین، بالا قرار میگیرین، فارغ از غم، خلاصی از غم، پیروز شدن، موفقیت رو دارم براتون میبینم انشاءالله. خب چی میخواین؟ نمیدونم، تعداد نفراتون رو دارم میرم، همه دست به دعا هستیم برای یک اتفاقی که قرار براتون رخ بده و این هم کمتر از، حالا نمیدونم، یه عدد 2 یا 3 داره به من نشون میده. افرادی که حالا خانم و آقایونی که دست به دعا هستیم برای یک اتفاقی که قرار رخ بده و هرچم هست روشن و مثبت دارم ببینم. حالا یه اتفاقی که به کمتر از 2 یا 3 وعده نزدیک و مثبت و روشن هم هست براتون، اتفاق قشنگی قراره براتون رخ بده، ولی دست به دعا هستین، نگرانین. خانم و آقایی، خانم و آقا، مثل پدر و مادر، بزرگتر، نگرانی چه اتفاقی قراره براتون مثل 2 تا 3 روز آینده، 2 تا 3 وعده نزدیک، 2 تا 3 هفته آینده همچین اتفاقی و خانم آقایی رو دارم ببینم. حالا زن و شوهر، خانم آقایی، یا 2 نفری که با هم دوستین، 2 تا همکاری هر چیزیش، یا پدر و مادری که دست به دعا هستین برای رسیدن به همچین موفقیتی و میرسین. نگران نباشید، روشن. خب آقایی که در رأس و قدرت نشسته، قلبتون به واسطه ایشون شاد میشه. ببینین این آقایی که دارم صحبت میکنم حکم یه قاضی رو داره، شخصی که در رأس قرار گرفته، و البته که ببینین یه قلب روشن، پرنده، و خبر این خبر خوش رو به گوش همه میرسونی. حکمی که به نفع شما صادر خواهد شد و کبوتر، و اصلا این خبر و به زودی هم خبرش به گوشتون میرسه، کبوتر، حکمی که براتون از به قلبی که تو دهن این شخص، یعنی خبر خوشی که به گوشتون میرسه شادتون میکنه، کبوتر هم خبرش رو سریع براتون میاره، یعنی به زودی یه خبره، یک حکمی که صادر میشه قانونی، یا یک شخص قدرتمندی که یک خبری رو به گوشتون میرسونه که شما رو بسیار شادتون میکنه، یه رضایت قلبی شما رو به وجود میاره.
انشاءالله بازم قلب دارم براتون میبینم، چقدر قلب افتاده، ازدواج هر چه هستش قلب روشن ببینم. میتونه یه خوشحالی قلبی باشه، میتونه یه ازدواج باشه، میتونه یه رابطه یه احساسی که داره سر میگیره، میتونه یه هر چیزی که شما رو به یه رضایت قلبی میرسونه، خوشحالی قلبی، دوستی، ازدواج، کاری، مالی، هر چه که هستش قلب خوشگل دارم براتون میبینم. و اما رقابت دو نفر، دو نفری که دارین چه سخت با هم تلاش دارین میکنین، دو نفری که با هم دیگه دارین حسابی تلاش میکنین، حالا دو نفر دو تا خط من دارم میرم، دو تا خانمین، دو تا آقایین، خانم آقایی هستین، همکارین، چه رقابتی با هم دارین، تنگاتنگ دارین به موازات هم دیگه میرین، یکی میره جلوتر شخص مقابلم داره تلاش میکنه خودش رو به اون برسونه. دو تا رقابت دارم میدم، ولی رقابتی که داریم میکنیم ببینید رقابتی که تنش براتون به این نتیجه میرسید که هر دوتون از این رقابت، رقابت منفی دارم صحبت میکنم، داریم بودو بودوی میکنیم برای اینکه خودتون رو به همدیگه ثابت بکنید، ولی ثابت کردنی که تنش به این نتیجه میرسید که بودو بودوی بیهودهی بوده، یا تنش به این نتیجه میرسید که چه اشتباهی کردیم، حالا برای پست، برای مقام، برای اینکه خودتون رو به همدیگه ثابت بکنید، برای اینکه نمیدونم به هر چه که هست تش براتون منفیه، یعنی آخرش متوجه میشین که اشتباه کردین، یک رقابتی که یا تش منجر به این میشه که بینتون یک کدورتی به وجود بیاد. میگم تش منفی دارم میبینم، یعنی بودو بودوی که در نهایت یا ناامیدتون میکنه یا اینکه بینتون یه فاصله میندازه، بینتون جدایی میندازه، یه رقابت منفی رو دارم صحبت میکنم، بودو بودوی که تش نتیجه هم براتون نداره، شاید هر دوتون به هیچ بودو بودوی که میکنین تلاشتون بی خود باشه. خب و یه آقایی رو دارم براتون ببینم که تریش دارن در مقابل یه خانم قرار، آقایی که تقریبا حالا یا جوانن تریش، چشمای درشت، یا اینکه میان سال هستن، صورت نسبتا درشتی، خانمی رو که پشت سر گذاشتن، مهری که روی سر یه خانم دارم میبینم، خانمی که پشت سر گذاشتن به واسطه سقفی که مشکل داشتین، مشکلات توی اون خونه داشتیم، و البته که این خانم همچین الان خانمی که پشت سر گذاشتین تنها نمیبینم، چون چتری که براش باز شده، این شخص اومده ایشون رو تحت حمایت خودش قرار گرفته، داره احساسی مالی، چتر براشون باز شده، یا شاغل شدن، مشغول به کار شدن، چتر روشن پشت سرشون دارم میبینم، یعنی تو همین حالت نموندن، اگرم جدا شدن از شما یا مشغول به کار شدن چتر، یا اینکه شخصی حامی شدن، البته که من حامی دارم، آقایی که چترش میشه، شخصی که مورد حمایتشون رو قرار میده. اما این آقایی که الان در مقابل این خانم قرار گرفته رو دارم ببینم، آقایی که در مقابل خانمی هستی که موهای تقریبا حالت مجعر یا موجدار هستش، الان هم بهت پشت کرده و دست ناراحتی و دلخوره، یا اینکه دل حالا ببینید دو شاخه‌ای که حالا دو تا معنی برام داره، نر روشنه با شما ازدواجش یا ارتباطش براش خوششانسی داره یا برد و موفقیت داره، ولی شاید هم توی تردید و دودلی هنوز مردده که با شما ارتباطش رو شکل بده یا نده، ولی هم نل اگه به حساب بیاریم روشن، یعنی خوششانسی نصیبش میشه، همی که از این تردید و دودلی بیرون میاد چون روشن افتاده، پس به سمتتون برمیگرد و ارتباطش با شما شکل میگیره، حالا این خانم مجرد هستن یا ایشون هم گذشته دار. و دو تا قلب خوشگل ببینید چه زنجیری بینش داره میفته، ارتباط ازدواج، ارتباط احساسیه، دو نفری که همدیگه رو دوست دارن داره بین توی پیوند برقرار میشه، یک دوستی یا یک ازدواجی که داره شکل میگیره، دو تا قلبی که داره بینتون یه راهی باز میشه، یه شاید یه شکلی رابطه است، آغاز یک دوستی. خب شخصی هم که آقایی که داره از زندگیتون خروج میکنه و شخصی هم که دارم میبینم یه کروات مشکی زده، یعنی نمیدونم مثل یه حالا خواستگاری بوده که عصبانی داره برمیگرده، یعنی نشست جلسه ای که ناامیدش کردی، ناراحت داره میاد از این جلسه بیرون، از تو خونتون داره ناراحت داره میاد بیرون، کروات مشکی قرار یه نشستی خواستگاری بوده، یه جلسه کاری بوده، یه چیزی که توی خونه شما برگزار شده، یعنی آقایی که با یه کروات مشکی، یعنی از یک جلسه ناامید و منفی داره میاد بیرون، نتیجه دلخواهش رو نگرفته متاسفانه. خب خب و دیگه ببینین خانمی رو دارم میبینم، خانمی که تقریبا میان سال، موهایی که قدرش تیره ولی
شاید یه قدری بلند بشه، انگار جمع کرده پشتش، همچون حالتی رو در براتون ببینم. فرزندی که جلوت نشسته ولی توجهی به حرفایی که میکنی نمیکنه، خانومی که خشمگین دارم ببینم، فرزندی که اصلا خیلی بیتوجه به حرف مادر، حالا خواهر، مادر و فرزندی که یا بینتون قهره یا بینتون فاصله است، یا پسری که یا فرزند پسره یا حالا دختره، نمیدونم، چشمای دوش موهایی که دارم براشون میرم پشت بهتون کرده و توجهی به حرفای شما نمیکنه، یا اینکه قهر این بینتون فاصله است بهتون پشت کرده. هر چه که هست الان دارم بینتون این فاصله و کدری رو دارم میبینم، الان دارم اینو براتون میبینم، ولی که راه داره براتون باز میشه. شاید فرزندی که تو فکر این هست الان بهتون پشت کرده، بینتون هم فاصله است یا قهر این هر چه که هست، یا داره فکر میکنه راهی پیدا کنه برای ورود به سقف شما، دوباره ارتباط با شما شکل بده. فرزند با مادر، راه سقف روشن، تو فکر این هستش که یه راهی پیدا بکنه و دوباره ارتباط رو به شما شکل بده. قدری مادر رو صبوری بکنی، فرزندتون به سمتتون برمیگرده. حالا سفر هستن، قهر هستن، فاصله دارین، هر چه هستش، فرزندی که به سمتتون برمیگرده. فکر یک راهه برای ورود به این سقف روشن، پیش شما احساس قشنگ و خوبی هم خواهد کرد انشالله. خب و دیگه یه قلب نصف نیمه هم دارم براتون میبینم، خانمی که گریون و ناراحت دارم بینم پیرامون یه راه احساسی، آقایی که در مقابلش وایسادی دل خانمی رو به درد آورد، یه خانمی جوانی که داری اشک میریزی، چشمای درشت، بسیار صورت زیبایی رو برات دارم میبینم و یه صحبتی داری با خانمی داری میکنی که خانمی رو داری اشکش رو در میاری، غمگینش داری میکنی، قلب، کدر، خانم جوان، عشق داری میسی و آقایی که داره و افرادی هم که فالگوش با ایستادن ببینن آقا داره چی به این خانم میگه که داره عشق این خانم در میره، هم از این طرف خانم با ایستادن، هم از این طرف آقایون. شاید توی یک مراسمی یا توی میهمانی هستین یا توی یک فضایی هستین که نفراتی هم حضور دارن، هم پیگیر این خانم هستن چرا داره گریه میکنه، هم پیگیر این آقا هستن که چی داره میگه که عشق این خانم داره در میره، و حال یه فاصله که ممکنه بین این خانم آقای جوان رخ بده و قلبی که به درد میره، خانمی که غمگین دارم ببینم توی این ارتباط یا تو این صحبت یا این جلسه که داریم. خب یه مهر جدایی که داره براتون خورده میشه، مهری که در دارم براتون ببینم، ولی مهر خورده میشه، ولی راهی که براتون باز میشه، انگار یک جدایی که راه رو براتون باز میکنه، حرکتی میخواییم بکنی، ولی یک جدایی عامل موفقیت شما، یعنی راه موفقیت شما با یک جداییه، با یک مهریه که خورده میشه. شاید هم جدایی نیست، شاید هم جدایی جون بیوه شدن شماست، به واسطه بیوه شدن یا جدایی شما مهر برای خانم یا آقایون راه رو برای شما باز میکنه، موفقیتتون تازه آغاز میشه. یا تو یک زندگی بودین که اصلا زندگی نکردین یا خوشبختی رو اصلا تجربه نکردین، با یک جدایی یا کاتی راه مثبت و روشنی که براتون باز میشه. سین یه میم، سین میم یه، این حروف رو دارم میرم. اگر توی نام یا نام خانوادگی حالا خانم یا آقایون بزرگوار هستش، براتون دارم یه راه احساسی که براتون باز میشه. حالا اگر قهر بودین دوست میشین، یا اگر اینکه شاید هم یه باب آشنایی هستش، یه خواستگاری، یه ازدواج، هرچه هستش، احساسی دارم براتون میبینم راهی که براتون باز میشه. یه قطع کاتی جدایی بوده داره دوباره جون میگیره و دوباره ارتباطی که براتون برقرار میشه. خب پیرامون یه ملک زمین چهار دیواری دارم براتون میگم که با یه شخصی در این صحبت میکنی، شخصی که داره یه حرکت و قدمی براتون برمیداره. حالا این شخص شخصیه که باهاش درگیر هستین، مشکل باهاش دارین، یا شخصی که میخواد کمکتون کنه براتون. به هر حال هر چه که هست با شخصی که دیدار و ملاقات داره انجام میدین، از یک چهار دیواری زمین، خونه، ملک شما یه خوشحالی قلبی دارین، پولی که به دستتون میرسه خوشحالی دارین، که البته بازم میگم با حمایت یا کمک ایشون، یا دارین کاری میکنین با شخصی صحبت میکنین برای اینکه این ملک یا زمین یا خونه رو به دست بیارین و این رضایت قلبی رو دارن براتون میگم، خوشحالی قلبی دارین، شاید گیر دارین، شاید مشکل دارین برای رسیدن به این زمینتون، شاید شخصی داره کمکتون میکنه، یا دارین با شخصی خرید و فروشی انجام میدین، به حال یه اتفاق قشنگی قرار میاد براتون رخ میده. خب یه دیدار و ملاقات دارم براتون میبینم، ولی یه دیدار و ملاقاتی که ببینید بازم رسمی و خیلی حالا یه ملاقاتیه با یا با شخص خیلی مهمی قدرت داره،
یا با یه شخص خیلی مهم دارین یه قرار ملاقات میسید، اصلا نمیتونم تشخیص بدم خانم یا آقا هستین. به حال دو نفری که در مقابل هم دارین قرار میگیرین، یکی از طرفین خیلی قدرتمند دارم ببینم یا صاحب قدرت برای کار، سقف کاری براتون دارم ببینم. حالا هرچه هستش شما ورود به این سقف کاری میکنین، حالا نشستی دارین میذارین، دیدار و ملاقات کاریه، هر چیز توش پول افتاده، رزق و روزی براتون داره، یک فضای شلوغ هم دارم براتون میبینم، یا یک فضای پر رفت و آمد کاری هستش، یا خودتون تو اون فضا خیلی باید بدو بدو بکنین، یا فضای خیلی شلوغ پلوغ کاری هستش، محیط خیلی شلوغیه برای کار. به حال با یک شخص قدرتمندی به زودی دیدار و ملاقاتی میکنی و کاری که براتون توش رزق و روزی داره، فضایی هم که دارم ببینم یا پر رفت و آمده یا شلوغ پلوغ، یا خودتون خیلی باید بدو بدو برای این کارتون انجام بدید. ولی اگر بدو بدو میکنین رزق و روزی خوبی نصیبتون میشه. خب و یه ترازوی دیگه دارم براتون میدم، ترازویی که پیرامون یک سقف، یه راه دادگاهی و قانونی دارین برای یک سقف، زیر سقف کاریتون مشکل دارین یا یه مشکل کاری براتون به وجود میاد کارتون به دادگاه و قانون میکشه، یا تو خونتون با یه مشکلی مواجه میشین که کارتون به دادگاه و قانون میکشه، هر چه که هست توی این مسیر راه دو تا حکم براتون صادر میشه. یک حکمی که مرتبط با، ببینید دو تا راه که براتون افتاده، هر دو راه مثبت دارم میدم، یعنی دو تا حکمی که براتون مثبت و روشنه، ولی همچنان شما رو ناراضی از این حکم میبینم. حالا یا یه حکمی صادر شده که هر دوتون رو خوشحال کرده، یعنی یه حکمی که به نفع هر دو نفر هست تو کارتون یا تو زندگیتون، ولی یه نفری که، یه شخصی که این بالا کنار یکی مسیر حکمی یا راهی که براتون صادر شده، یکی از این حکم هنه خیلی اونجور که باید شاید انگار رضایتش جلب نشده، ولی حکمی که ببینید دقیقا انگار به عدل صادر شده براتون، برای هر دوتون درسته یا حکم درستی صادر شده، ولی یکی تو ناراضیه همچنان از این رأی یا حکم، یکی از افراد. خب سر یه تردید و دودلی دارم ببینم هستی، ولی به زودی از این تردید و دودلی میای بیرون و یه قیچی هم دارم براتون میبینم، کسی که قصد نیتش کات کردن یک رابطه احساسی، یک زندگی مشترکه، میخواد یه رابطه رو کات کنه، خودش به زندگیتون ورود کنه، قطع ارتباط، ببینیم مثل یه شخص سوم که میخواد به زندگی ورود کنه، شخص مثبت و روشن هم هستش، حالا این خانم یا آقایی که نیت مثبت و روشنی داره، یعنی که میخواد به زندگی ورود کنه، شاید از داره به زندگیتون حسادت میکنه، یا خودتون دارین قیچی میکنین، کات میکنین زندگیتون و شخص سوم به زندگیتون ورود میکنه، اینم میشه تو واقعا خیلی مثبت و روشنه، شخصی که به زندگیتون داره ورود میکنه یه آدم بسیار مثبت و روشنیه، شخص سوم مثبت و روشنه و خودتون دارین زندگیتون، زندگی که داره از هم میپاشه و شخص سوم میگه شخصیت مثبت و روشنی به زندگیتون ورود میکنه. و ورود خانمی رو دارم میبینم به دل زندگی، خانمی که روی سرت نون افتاده، رزق داری، روزی داری، یه خانم خوش روزی که داری پا میذاره به دل یک زندگی، یک شخص ازدواج، یک خانمی رو دارم میبینم، یا یک خانمی که خودش با خودش رزق و روزی و نون و برکتت هم داری با خودت میبری، یعنی انقدر خوش قدم هستی، خوش روزی هستی، مطمئنم که طرف مقابلت هم خوش روزیه، شما هم داری یک رابطه احساسی رو آغاز میکنی، قلب روزی، قلب خوشحالی، روشن، مثبت داری میری. یه راه احساسی ورود خانم به دایره یک زندگی رو دارم ببینم، ولی خودت داری نون خودت رو بخواید، ولی آدم خیلی خوشروزی هستی، خانم خوشروزی هست، مبارکتون باشه انشاءالله، کسانی که قصد ازدواج داریم خوشبخت آقا بعد بخیر بشیم. خب یه مهر روشنی که روی سری آقای داره خورده میشه، یا سندی که به واسطه آقای براتون خورده میشه، پیرامون یک زمین چهار دیواری ملک و شخصی که خوشحال از پیش این شخص داره میره یا ایشون رو داره ترک میکنه. ببین یه جایی رفتین، میرین دفترخونه، محضرخونه به واسطه یک آقایی که آقایی که تقریبا میانسال به بالا، حالا پدرتون هستن، شخصی هستن، آقایی که دارن براتون چیزی رو به نامتون میزنن، آقایی که نسبتا جوانتر از ایشون دارن ببینن، مثل پسرتون هستن، شخصی که یا یک شخصی که مهری توسط یه آقایی براتون خورده میشه، پیرامون یک چهار دیواری، زمین، خونه، مغازه، چیزی رو داره به نامتون میکنه، خوشحال و خندون از ایشون رو دارین ترک میکنه، به سمت یک خانومی داریم میاری، خبری رو برای خانومی داریم میاری، شاید آقایی هستین که زمین، خونه، ملکی داره به نامتون میشه و دارین خبرش رو برای همسرتون میاری، خبر رو دارین، خبر خوشش رو برای خانم خانوادهتون دارین میاری، آقای جوان، خانمی جوان.
و خب ببینید، یه شکم بربسته دارم براتون میبینم، ولی ببینید انگار دارین برای بارداری قدم برمیدارین، ولی بارداری که نتیجه میده خیلی هم برو بیاداری میکنی، ولی ممکنه به جا بخوابین. حالا یا استراحت مطلق میشین یا برای بارداریتون استراحت داری میکنین، هر کسیش که بارداریه. قلب خوشحال از یه شکم بردرسه دارم ببینم، فرزندوار داری میشین، بارداری براتون دارم ببینم، ولی باید بخوابین به جا، باید استراحت کنی. یه ترمی انگار باید استراحت کنی، مثل کسایی که نمیدونه حالا بچه رو نمیتونه نگه دارین، یا به واسطه اینکه تحت نظر باید باشین. به هر حال یه استراحت هایی استراحت، ولی خوشحالی قلبی از یک بارداری براتون میدم، یعنی بارداری که رخ میده. و شخصی نجیب، شخصی بسیار وفادار، شخصی که با صبوری تو دل یک زندگی داره زندگی میکنه، و یک زندگی که شاید اسمش رو نشه گفت زندگی، متاسفانه شخصی صبورانه بسیار داره تحمل میکنه، شاید این کلمه قشنگتری بگم، یعنی با تحمل یک زندگی رو فقط به خاطر فرزند داری تحمل میکنه و داری زندگی میکنی. حالا این خانم یا آقایی هستی که داری با صبوری تمام یا تحمل داری میکنی به خاطر فرزندت، علی‌رغم اینکه اصلا دل خوشی از این اسمشو بذاریم اگه زندگی نداری متاسفانه. و برای خانم های نازنین دارم میبینم، آقایی که حالا دوست شما هستن، همکار شما هستن، همسر شما هستن، پله ترقی شما خواهند شد، یا برای موفقیت شما مثل یک قدم، یک شخصیت بسیار مثبت و روشن آقای رو دارم میبینم، براتون میشه مثل یک شخصی که شما رو به موفقیت میرسونه، شما رو به اون چیزی که میخواییم برسونی میرسونه، شخصی که از یا همخون شماست یا ریشه شماست یا برادر شماست یا پدر شما هستن یا همسر شما هستن، شخصی بسیار مثبت و روشن، یا شخص احساسی شما، احساسی که نیست، همخون، ریشه، همسر یا اعضای خانواده شما آقایی رو دارم میبینم، کسی هستش که میشه مثل یک شخصی که برای شما قدم میگذاری یا تلاش داری میکنه برای اینکه خانمی رو به موفقیت برسونه، و واقعا باید به همچین شخصیتی افتخار کرد. پله موفقیت خانمی میشه همسرشون، برادرشون، پدرشون، همچین شخصیتی رو دارم براتون میبینم. به این شب هم براتون دارم میبینم، نظری کردین یا نظری بکنین، چون براتون حاجت روایی دارم ببینم. حالا نظر و نیازی کردین یا شمعی روشن بکنین، شاید هم داره بهتون میگه انشالله که به خواسته قلبیتون انشالله به زودی میرسین. یه ماهی خوشگلم براتون دارم ببینم، دم بشو ببینین، ماهی رزق و روزی که وسط زندگیتون به دستتون میرسه. حالا در نهایتش شاید ناامیدی هستین یا الان نیاز به یک پولی دارین و یک ماهی خوشگل روشن مثبت، یعنی یک مالی که حلال، بکر، پاک، تمیز داره بهتون میرسه، ارث مال حلال، دسترنج تلاش خودتونه داره به دستتون میرسه، ارثی قرار بهتون برسه، هرچه که هست یک ماهی روشن مثبت درشت چاق خوبه که چشمگیره و مشکلات شما رو انشالله حل میکنه. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینم با اتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار. فالکده آرزو.